معرفی یک مارک جدید ایرانی بین‌المللی با شما هستیم تا دقایق دیگه در BFars با فرزان آتش. سلام به تمام دوستان و بینندگان عزیز، من فرزان عطایی هستم. امروز می‌خواستم مارک BFars رو بهتون معرفی کنم. BFars ما قراره توی کشورهایی که ایرانی زیاد هستن مطرح کنیم برای تمام دوستان ایرانیمون، و دوست داشتیم یه کاری انجام بدیم که تمام ایرانی ها با انرژی مثبت و دید مثبت بهش نگاه کنن و احساس خوبی راجع به ایران داشته باشن و چیزایی که خوبی که تو ایران داشتیم یا به یادش بودیم و دوست داشتیم در این کار استفاده بکنیم. We're here at Ceren Palace, you know, one of the main hotels here in Istanbul. It's from the Ottoman Empire. Okay, they built a new building here, but here you see some pictures of the old history of Turkey. I cannot support a child. Last time I had a job, it's been a while. The question that remains so freely, why does that happen to me? Wash away the pain. Our main store, you know, the center, Nişantaşı, Istanbul. We're gonna shoot BFars here today. حمید قهرودی هستیم، یکی دیگر از شرکای BFars، کسی که ایده BFars و اصلا تمام مدل هایی که در این برند هست رو ایشون ایده میدن. حمید جان یکم بیشتر از BFars بگو، اصلا چرا BFars؟ معنی BFars چیه؟ BFars ما برای اسم BFars انتخاب کردیم چون که دوست داشتیم که مردم ایرانی افتخار کنن به اون چیزی که هستن. So you know, B in English is like B and Fars. یعنی به ایرانی میشه فارس باش و افتخار, و افتخار کن که فارس هستی. سو برای همین ما برای این اسم انتخاب کردیم. لوگوی ما هم که دیدین، لوگوی ما قدیمی ترین پرچم ایرانه. سو ما اولین پرچم ایران رو انتخاب کردیم برای لوگومون که روی بولیزاتون هم طراحی کردیم. خب پس معنی BFars یعنی ایرانی باش، فارسی ایرانی باش. و افتخار کن به اون چیزی که هستی و اون به اون چیزی که بودی و به اون چیزی که خواهی بود. خب منم زیاد قوی نیست. نه خیلی هم خوب حرف میزنی حمید جان. خب یکم بیشتر بگو که چه طرحهایی داری، نوشته است یا فقط طرحه؟ نه ما انتخاب کردیم که طرحهایی درست کنیم که کسایی که ایران نیستن، مثلا شما این تیشرت رو میپوشی، کسایی که ایران نیستن از شما بتونن سوال کنن که معنی این طرح چی هست، که شما بتونید توضیح بدی و اینطوری اتوماتیکلی مردم با این طرحها آشناتر میشن، با فرهنگ ایرانی آشناتر میشن، با شاعرای ایرانی آشناتر میشن و ما واقعا چی هستیم. So. هنوز ایرانی هستیم و شخصیت های ایرانی رو فراموش نکردیم، بزرگان ایرانی رو. و خیلی از چیزا از ایران میاد. So. درسته. ما میخوایم اینو به مردم واضح کنیم، به کسایی که ایرانی نیستن و به کسایی که دوست دارن بدونن ایران چیه. خب
شما میدونم که سه نفر هستین که به وجود آورنده این برند هستین. بیشتر تعریف کنین یه مقدار از کسانی که با تو در به وجود آوردن این مارک سهیم بودن. من راستش بخوام، من این ایده رو تقریبا یک سال و نیم توی فکرم بود و یکی از دوستای خوب من لیناست که حتما توی برنامه باش آشنا میشین، ایشون تو کار لباس هستن. سو من با این ایده رفتم پیش لیناس و گفتم من همین کار رو دوست دارم انجام بدم. Okay. تقریبا یک سال و نیم پیش. سو ایشون به من گفت اوکی ایدت خیلی جالبه، شروع کنیم. بعد ما چند تا طرح تیشرت شروع کردیم، پرودوس کردیم. بعد من تو اینترنت گشتم دنبال کی میتونه این بیفارس رو ریپرزنت کنه. فرزان عطاری پیدا کردم، پسر خوشتیپ ایرانی. Everybody likes him. So که از اینترویو فرار میکنه. He's a little bit shy, but فرزان انتخاب کردیم. من با فرزان از طریق ایمیل ارتباط برقرار کردم و فرزان خیلی انتوژاست. I don't know this word, you know. من ایرانی خوب نیست. خیلی استقبال کرده. خیلی استقبال کردن از این پیشنهاد و شروع کردیم سه نفره با هم دیگه این کارو شروع کردیم. So and here we are. ما شروع کردیم با 12 مدل تیشرت مردونه و 2 مدل دنیم و 2 مدل پیرهن برای مرد. اما خب توی سزون بعدی حتما لباس زنونه میاریم. So ladies first. ولی این بار مثل اینکه آقایون فرست شدن. سو بیستار ما شروع کردیم با چند تا تیشرت مردونه و میخواستیم ببینیم که فیدبک چجوریه و فیدبک خوبی بود. همطور که دیدین برای اولین بار در تمام تلویزیون های ایرانی با فرزان عطاری با شما هستیم. تیوی پرژیاوان همیشه اولین نوآوری ها رو شروع میکنه، از نکست پرژیان استار گرفته تا سوپر تالنت و لتس دانس. و فرزان عطاری به خاطر همین برای اولین بار شبکه جهانی تیوی پرژیاوان رو انتخاب کرده برای پرزنت خودش. همیشه با شبکه های امریکایی همکاری داشتی و برای اولین بار با ما هستی. خیلی خوشحالیم فرزان جون و خوش اومدی برنامه. مرسی، ممنون. اول شروع میکنم با سلام به تمام بینندگان و دوستان عزیز. امروز اومدم اینجا که هم با شما بیشتر آشنا بشیم و هم بتونیم به بی فارس معرفی کنیم. قبل از اینکه بخوام بذار بیشتر توضیح بدم، دوست دارم که دوتا از دوستان خوبم و که پارتنر من هم هستن معرفیشون کنم. شون آقای لیناس میرباقری هستن که ایشون دیزاینره کل لباس های ایکان هستن، خواننده ایکان. و ایشون نمیدونم تا الان چطور، یعنی یه ذره هم خجالتی هستن، خودشون مطرح نکردن توی دوستان ایرانی نمیشناسن، ولی به نظر من یه افتخار خیلی بزرگیه برای ما ایرانی ها که یه خواننده بین‌المللیه که اینقدر معروفه، آهنگش تو دنیا اول هستش، دیزاینر کل کلکسیون لباساشون، یک ایرانی هستش. یه افتخار برای ما تمام ایرانی ها. و الان ایشون میان، اگه لطف کنم لیناز عزیز خودشون بیشتر. لیناس خیلی خوش اومدی برنامه StreetCharts. خوش اومدم، تشکر. I want to thank Farzan for the very nice introduction, of course. چند وقتی این کارو میکنی؟ من این کارو فشن ناو 12 سال میکنم. فارسی بیراز خرابه، so we go on in English now. اشکال نداره، من کمکش میکنم، شما نگران نباشید. So I'm 12 years in this business now as a designer and I do all the brands of Akon. As you know, Akon, you know, it's Con Life, and it is www.alionmilano.com. It was, yeah, okay. I didn't know that, but it's okay. A sexy bitch.